سلام، امروز پنجشنبه دوم آبان ماه. من شکوفه نبی‌زاده با بسته خبری شبانه 2020 همراه باشید. عملیات اجرایی ساماندهی باغ‌موزه هرندی با حضور معاون عمرانی استانداری، مدیر کل میراث کرمان و شهردار آغاز شد. این پروژه از مصوبات سفر وزیر میراث فرهنگی به کرمان بود. مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفته در 6 ماه اول سال 56,000 تن مس از ایران صادر شده. سال گذشته کل صادرات مس 47,000 تن بوده. معاون امور عمرانی استانداری میگه مسیر برقرار شده محور شهداد نهبندان فقط برای موارد اضطراری و دسترسی به کبیره. این محور در مسیر سیلابه و در هر بارندگی تخریب میشه و باید چاره اساسی برای اون پیدا کنیم. مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری گفته این سازمان برای نخستین بار در کشور اتوبوس‌های فرسوده را احیا و نوسازی کرده. امروز 8 اتوبوس پس از پایان عملیات بازسازی رونمایی شد. معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کرمان از افزایش 7% پرونده‌های طلاق ظرف 6 ماه اول امسال در استان خبر داد. مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی کشور معتقد جاده و رفتار ترافیکی نایمن و خودروهای نامناسب علت اصلی حوادث رانندگی. کرمان در 5 ماهه اول امسال رتبه 4 تلفات جانی حوادث رانندگی را دارد. بزرگداشت مرحومه دکتر طاهره صفارزاده، شاعر و پژوهشگر سیرجانی، شب گذشته در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تهران برگزار شد. فردا هوای کرمان کمی ابری، گاهی با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود. حداقل دما 6 و حداکثر آن 26 درجه پیش بینی شده. شما هم میتونید سوژه‌های خودتون رو از طریق تلگرام به آیدی @sanse_news1 و از طریق اینستاگرام به آیدی @kermanunderline9 و همچنین از طریق واتساپ به شماره 935 344005 برای ما ارسال کنید. خدا نگهدار.